بزرگ آبی ها یا بزرگترین تاجی تاریخ یک پارچه نبوغ و خلاقیت بود، ستاره‌ای که بسیاری از کارشناسان او را با جرزین‌های بزرگ مقایسه می کردن. حرکاتش، گلهایش و حتی شادیهایش چه بازی شما تو موقعیت ها خیلی شبیه جرزین ها ببینید فوتبال به قول بزرگترام تنها یعنی وزن مردان شما هر چی زورت باشه همین تعداد صدیمی ما میبرد بالا خطا میگرفتن، هیچ راهی جز این که بیاره درست بره بالا نده. ولی فوتبال یه خلاقیت هایی داره، مثلا گلر اون نیکاراگوآ بود که با پاش چیز میکرد، اون انقدر به خودش اعتماد داشت و این حلومدید حس و اعتماد به نفس رو داشت که بیاد جلو بعد با پاش اونو بزنه که این گل میشد که همه بودن دیوونه هست، ولی یه کار خیلی زیبا کرد. این یه خلاقیت، همه گلران این کار نمی کنن. یا می اومد مثلا کورنر می اومد پد بزنه گل بزنه در بایی آخر. فوتبال یه خلاقیت، من خودم همیشه هیچ وقت من الگو نداشتم، هیچ وقت دوست داشتم یه نفر ولی الگوم نمی کردم. ولی که اگه الگو کنی می ریز یک روش. من مثلا کرویف استارت می زد، از استارتش خوشم بیمونم استارت کنی. یا مثلا دیریب فرد کن مثلا استانلی راس مثلا، همه اینا رو می اومدن تمرین میکرم. حتی من تو همین شمرونم بلا این چیزی که شما قشنگ اشاره کردی، من 14 تا 16 بود دیگه، هنوز من تو فوتبال اینا نیمدن جوانان این نوجوان ها بود. اما من تو شمرون مدرسه هم این روبرو بود، ملی بود، فوتبالی بودیم، درس خون نبودیم که. ورزش مدرسه دست من، من و یکی از دوستان آقای پرویز عالی که الان سرپرست تیم جوانان و ملی کشتی، ایشون هم ما کشتی میرفتیم. مثلا اون میگفت میومد میگفت هفت وزنه چهار تایم چیکار کنی، خودش هم میگه بودی مهمی هم که آره. یا مثلا همین جایی که ما کره هده که من زدم، ما یه موقع قبلش یه مسابقاتی بود تو ایران به نام قهرمان ماه، تلویزیون گشته بود، این نفر شرکت بود. دور ما که شد منصور رشیدی گلر بود، رضا پهلوی رفیقش بود، من دو تا دیگه قهرمان ما، دو چرخ سوار شیم پنالتی بزنیم شنا کنیم فلان اینو. من منصور رشیدی دروازه‌بان 1.80 پرید، من به خاطر همون رفلکس هایی که این مربی اون بود کار کرده 1.85 پریدم ارتفاع. این مسائل باعث شده بود که مثلا از هیچی هم نمیترسیدیم. من وقتی میادم تو زمین همیشه حرف پدرم و جدی کار اینا رو غیر از مربی تو گوشم بود که میگفت اولین توپ تو لو نده که رو یاد بیاد، دفعات بلنده، کوتاست. اصلا یه مدتی من دارم تو همین چیزایی که شما بود، یه مدتی صبحش که ما اصلی بازی داشتیم میگفتن اینه بزنیم نمی‌بازید، اصلا علنا نمی‌بازید، اینو بزنید نمی‌بازید، داورم می‌فهمید به دستگاهی به می‌زنن.
مثل الان نبود که الان فوتبال اینقدر راحت شده میری تو 18 قدم کسی به دست نمیزنه. زده بودن کتف من در اومده بود. داور بودم نمیبینی؟ چیزی نیست خودش در بود. این چیزا کمک میکرد که مثلا آقا دفاع بزرگی کوچیکی که اصلا رسیدی بهش نگاهش نکن. چون اون ممکنه خیلی خطر مثلا حلوایی. چیز داشتیم اونی که زد کتف من در اومد مال بانک ملی بود. همین بازی که شما میگی پاس بزا بیا بازی چون همین بازی پاس من تو با آخر وقتی اومدم من از پشت ایجای خودمون رو افتادم اومدم رو سانت رسیدم دم حسین کازرونی این میاد داره میاد مجید علوی از این بر اون تو گنده مونده یه به قول من رو آدم رو میخوردن اینا همه رای کن بگو دور من روی اینا رو دایره خودشون بودن من رو دایره خودمون هنو به خط سان نرسیده بودیم از همونجا من اومدم توی دایره دمیان دارم میاد انداختم پشتشون این دوتا خالی اومدن بعد من دور زدم رفتم پشت ایشله بدنی اینا چیزایی بود که مثلا مقدر اگه تو دفاعت رو نگاه کنی خب اون که بدتر نگاه کرده یا بهتر نگاه کرده برنده اون موقع است توپ که میگیری اگه دیدی بهش بزنی بگیره اون رویش بیاد بالا توپ میره پایین بنابراین سعی کن توپ اول رو لو ندی من از هر کی یه چیزی یاد میگرفتم